به نام خالق یکتا و مهربان، بیننده ارجمند و گرامی تلویزیون جهانی امید 24، سلام گرم ما تقدیم یکایک شما عزیزان بیننده باد. آرزوی سلامتی شما را درباره خدای یکتا دارم. همیشه موفق و کامگار باشین. چین آرزوی را برای وطنداران دردمند خود در داخل کشور میکنیم و با شما یک جا برای قربانیان زلزله اخیر ولایت هرات درباره خالق یکتا طلب مغفرت میکنیم و برای زخمیان حادثه شفای عاجل میخواهیم. شما بیننده برنامه سخن روز در تلویزیون جهانی امید 24 هستین و امروز چهارشنبه 11 اکتبر سال 2023 میلادی ساعت 3:31 بعد از ظهر به وقت تورنتو و تکرار برنامه را ساعت 8 شب به وقت تورنتو تماشا خواهد کردیم. در آغاز بیننده گرامی ممنون یک و یک شما سروران گرامی که تماس گرفتین و جویای احوال ما شدین. گرچه که امروز هم قرار نبود که ما در برابر کامره قرار بگیرم، ولی هم احساس مسئولیت در برابر وطن و مردم و مسئول حواد سخی در ولایت هرات ناگزیر که در برابر شما قرار گرفتیم. امیدوارستم که دقایقی که با ما هستین بر شما خسته کن نباشم. حوادث اخیر در کشور واقعا قلب هر هموطن ما را لرزاند و در برنامه امروز در این رابطه صحبت میکنیم و حمایت آشکار دولت انگلیس از طالب ها را برای شما میگیم. خبرهایی از کشور داریم، از تصمیم نهایی پاکستان در مورد اخراج پناهندگان برای شما میگیم و در اخیر هم خبرهایی از کانادا تقدیم شما میشه. پس با ما باشیم. با تأسف که بیننده گرامی امروز نیز بار دیگر زلزله بسیار قوی نواحی هرات لرزاند که باعث تلفات و خسارات زیاد مالی شده و مرکز زلزله نگاری امریکا هم اعلان کرد که 3 زلزله بسیار قوی و پیهم بار دیگر ولایت هرات لرزاند. مرکز گفته که زلزله حوالی با قدرت 6.3 درجه ریشتر ساعت 5:11 صبح امروز به وقت کشور ما و زلزله دومی با قدرت 5 درجه ریشتری حوالی ساعت 5:22 صبح و زلزله سومی شد تذکر ندادن که زلزله واقعا باعث خسارات زیاد شد. با گفته مرکز زلزله سیومی هم با قدرت 4.1 درجه ریشتر حوالی ساعت 5:43 صبح امروز ولایت هرات لرزاند و منابع مردمی گفتند که پس از این لرزه های پیهم نزدیک به 50 زخمی به شفاخانه های ولایت هرات انتقال داده شدند. اما تا آخرین لحظه که ما امروز خبرها را تعقیب کردیم، بازم آمار دقیق و میزان خسارات زلزله های امروز منتشر نشده. این در حال است که زلزله روز شنبه هفته جاری نیز با قدرت 6.3 درجه ریشتر تلفات و خسارات هنگفته به جا گذاشت. به بنیاد تازه ترین آمار سازمان دکتران بدون مرز، تلفات زلزله روز شنبه به حدود 500 کشته و زخمی به جا گذاشته. فکر می 5000 باشه. اما فکر میکنم بیننده گرامی که 5000 هم کمتر از برازی که چندین قریه که در اونجا ده ها خانواده بوده، خانه بوده و در هر خانه 5 نفر و 10 نفر زندگی میکردن، همه با خاک یکسان شده و بیشتر این تلفات هم اطفال و خانم ها که در خانه بودن داشته و اندک مردان زنده ماندن که اینا به خاطر کار بیرون از خانه بودن و یک تعداد مردهایی که آمده بودن که به خاطر صرف نان چاشت اونا هم به کاروان رفتگان پیوستن. من فکر میکنم که آمار اینا دقیق نمیگن، آمار شد بیشتر از این باشه که به رسانه ها درس کرده. اما یک چیز به صراحت نشان داده شد بیننده گرامی و این بود که
در اینجا هموطنان سوال نکردن که در این زلزله کی از کجا و با کدام زبان صحبت میکرد از بین رفته. وطنداران ما در هر گوشه و کنار جهان از هر گوشی وطن ما دست آستین بالا زدن و شروع کردن به جمع‌آوری کمک و تشویق کردن دیگران. این که یک درد ملی هست، این ما مشترکات برای ملی اندیشیدن و ملی بودن داریم ولی کمتر توجه میکنیم. این می درد درد ملی بود که همه کی ما و شما را دور هم جمع کرد از هر گوشه. یعنی ثابت ساخت که ما میتونیم با همدیگر خود باشیم، ما میتونیم به همدیگر خود بدون تفاوت ها باندیشیم اگر دشمنان بانه. ولی با یه الفاظ من موافق نیستم که اگر دشمنان بانه. خب دشمن میفهمیم که کار خود میکنه که ما را فصل فصل کنه، ولی در این میان وظیفه ما چیست؟ ما هم باید تابع تصامیم و دسیسه های دشمنا باشیم و پارچه پارچه و متفرق باشیم و هر روز از دیگر دوری اختیار کنیم، یا ای که با درک همه حقایق بیشتر توجه کنیم که در چنین شرایط نزدیکی ها را بیشتر بسازیم، به وصل کردن ها بیندیشیم. یعنی تو حوادث مثلا در حین روز ما شما رو دیدیم که تیم فوتسال افغانستان بر اولین بار صعود کرد به جام ملت های آسیا، در اینجا هم هموطنان ما از هر گوشه و کنار اظهار خوشی و افتخار کردند. پس مشترکات داریم ولی زحمت به خود نمیتیم. بیشتر در مورد از این که ما خسارمند شویم در وطن، مردم ما در یک گوشه وطن خسارمند شود، حادثه به وقوع پیونده، اما اگه باز مشترکند و اون مثلا میهندشیم، دست به کار میشیم، آستینا رو برمیزنیم و تلاش برای جمع‌آوری کمک میکنیم که تا بتانیم با اونجا یک وسیله شویم برای نجات هموطنان ما. و این مسئله از دید ما پنهان چی کنم، مرده پرستیم همه. چرا ما باید به خاطر مصیبت با هم یک جا باشیم، کنار هم قرار بگیریم؟ چرا در زندگی خود به هم دیگر دست دوستی و محبت و همدلی و یک دیگر پذیری دراز نکنیم؟ هلال احمر افغانستان اعلام کرده که تا کنون 385 باب خیمه، 3070 کمپل، 2942 بسته ظروف آشپزخانه، 2355 وسایل ذخیره آب، 1637 تخت ترپال و 115 دیگه بخار برای مردم زلزله زده در منطقه زندجان ولایت هرات توزیع کردند. همچنان از ایران یک کاروان شامل 15 موتر تیم‌های امدادی و فنی و مواد غذایی و غیر خوراکی وارد منطقه زلزله زده شده است. ترکیه تیم‌های طبی خود به هرات فرستاده و قول کمک داده. محموله های کمک اداره هماهنگی کمک های سازمان ملل متحد اوچا شامل مواد غذایی، کالاها و ادویه به هرات رسیده. از قزاقستان یک هیئت فنی متشکل از 49 عضو برای ارزیابی کمک به قربانیان حادثه وارد هرات شده. امارات متحده عربی نیز به زلزله زدگان کمک کرده و محموله های کمکی شامل مواد غذایی، کالا، ادویه و پوشاک به هرات رسیده. عربستان سعودی نیز کمک مالی کرده و به هرات فرستاده شده است. میزان آن را زبیلای مجاهد سخنگوی طالبان ذکر نکرده. ترکمنستان معموله کمک به هرات فرستاده که شامل اقلام غذایی و غیر خوراکی، ادویه و سایل اقلام ضروری برای زلزله زدگان است. چین از طریق امور وزارت امور خارجه $200,000 کمک نقدی به زلزله زدگان هرات کرده. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که بیش از 90% جان باختگان زلزله هرات زنان و کودکان هستند. این نهاد برای رسیدگی به کودکان و زنان درخواست $20 میلیون کمک فوری کرده. برخی از سازمان های بین المللی خواستار همکاری های نهادهای محلی طالبان در هرات در امور کمک رسانی به بازماندگان زلزله هرات شده. امیدوار است کمک ها به موقع برسه و
دست بازی نشه. مثلا بعضی کس اعلان هایی را که ما میشنویم ولی نام نمیگیریم، کسایی هستند که تا کنون حساب شفاف نداشتند، چی در بخش هنری بوده چی در بخش زندگی شخصی، اینا هم آسین بر زدن برای جمع‌آوری کمک. ولی امیدوارستم در چنین شرایط وجدان ها بیدار باشه و هر سنت که جمع میشه ای به مو مستحقین برسه. و در هر زمان ما بیداگرومی قسمی که میبینیم تعداد کثیر از هموطنان ما در زنده جان متضرر شدن. من فکر میکنم کمک هایی که جمع شده فعلا هموطنان ما در تورنتو نگه دارن. خب مواد غذایی و مواد ابتدایی که نیاز بوده که رسیده، ولی بعدا ما چی کار میتونیم انجام بدیم؟ اونجا خانه نیاز است، همه چیز باید اثر دوباره ساخته شود، اون قریه ها باید به همت هموطنان ما ساخته شود. تا اون موقع من فکر میکنم که باید ما یک چند روز حوصله کنیم. امروز دولت انگلیس یعنی وزارت خارجیش به شکل بسیار نرم و ملاحم و تعامل گونه با طالب بیانیه صادر کرد، یعنی حمایت خود علنی از طالب اعلان کرد. دیگر چه قسم؟ نخست از مبارزه خشونتبار علیه طالبان به هیچ وجه گفت ما حمایت نمی کنیم. دوم، شهروندان افغانستان که در بریتانیا زندگی می کنند اگر بخواهند مبارزه خشونتبار را علیه طالبان سازماندهی کنند نیز جرم پنداشته می شه. خب متوجه شوید، بعدا میگه که طالب رفته نیست. امریکا از یک طرف میگه که ما اجازه خشونت نظامی را نمیتم، حمایت نمی کنم. انگلیس بازی سری امروز میگه که حتی میگه اگر علیه شما سازماندهی هم کنین مبارزه خشونتبار جرم پنداشته می شه و مجرم میش باشه. وزارت خارجه بریتانیا به سرعت اعلام کرده که تنها راه تعامل و سیاسی را حمایت و راه حل میداند و چند دلیل بریتانیا طالب حمایت میکند. چند روز قبل چند شهروند بریتانیایی از بند طالبان آزاد شدند و چند ماه قبل نیز چند شهروند دیگر آنها آزاد شده بودند. این بیانه های فصلی و جنبه داد و ستد دارد. طالبان چند روز قبل گفتیم بیدگرومی که چندین اسیر طالب ها را اونا آزاد ساختن و جهان درگیر جنگ های بزرگ مانند اوکراین و فعلا اسرائیل و فلسطین است. به نظر می رسد که پرونده افغانستان به تعویق افتاده و جهان علاقمندی و حوصله به افغانستان در کوتاه مدت ندارد و جنگ اوکراین و غزه فعلا عایز اهمیت و اولویت قرار دارد. این طور ارزیابی می شود که موضع جامعه جهانی غرب تا ختم جنگ اوکراین و حل مشکل اسرائیل سالها در بر می گیرد و طالبان حاکم بر سرنوشت ما باقی می مانند. در گوشه دیگر پاکستان اعلام کرده که ما از تصمیم اخراج مهاجرین غیر قانونی افغان ما تصمیم ما نهایی است و تغییر نمی آید. چگونه؟ در گزارش از SD24 تعقیب می کنیم. اکسپرس تریبیون پاکستان به نقل از مقام های این کشور گزارش داده است که تصمیم اخراج مهاجران غیر قانونی افغانستان قطعی است و تغییر نمی کند. مقام های پاکستانی گفتند که به همه مهاجران غیر قانونی از جمله 1.7 میلیون شهروند افغانستان تا 31 اکتبر امسال مهلت داده است تا داوطلبانه خارج شوند یا از اول نوامبر با اخراج اجباری مواجه خواهند شد. این تصمیم پاکستان نگرانی های سازمان های حقوق بشری را در پی داشته و برخی مقام های سازمان های حقوق بشر و آژانس های مربوط سازمان ملل متحد برای بررسی این تصمیم به اسلام آباد رفتند. بر بنیاد این گزارش کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت IOM حمایتشان را از پاکستان برای توسعه یک مکانیزم جامع و پایدار برای ثبت و مدیریت شهروندان افغانستان اعلام کردند. این نهادها ضمن قدردانی از میزبانی پاکستان از مهاجران افغانستان از دولت این کشور درخواست کردند تا نقض حقوق بشر را که ممکن است با اخراج مهاجران رخ دهد در نظر بگیرند.
در گزارش آمده است که مقام‌های پاکستانی روز سه‌شنبه گفتند که پاکستان تصمیم خود را برای اخراج همه خارجی ها، عمدتاً شهروندان افغانستان که به طور غیر قانونی در این کشور زندگی می کنند، تغییر نمی دهند. گرامی، در این بخش توجه شما را به افغانستان در یک نگاه جلب می کنیم، دوباره برمی گردیم. رئیس اداره امنیت فدرال روسیه گفته است که سازمان های اطلاعاتی امریکا و بریتانیا در حال احیای پایگاه های خود در افغانستان هستند. خبرگزاری تاس گزارش می دهد که الکساندر بورتنیکو رئیس اداره امنیت فدرال روسیه تعیین نشست که با رئیسان سازمان های اطلاعاتی کشورهای عضو مشترک المنافع در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان داشتند گفته است. سازمان های اطلاعاتی مرکزی امریکا CIA و سازمان اطلاعاتی بریتانیا MI6 در حال احیای حضور اطلاعاتی خود در چندین ولایت کلیدی افغانستان هستند. او همچنان این دو کشور را عامل اصلی بی‌ثباتی افغانستان عنوان کرده و با باور وی در ایجاد وضعیت حاکمه نقش این دو کشور برجسته است. وی مدعی شده است که نظامیان گروه های تروریستی بین المللی در عراق، سوریه و شماری از کشورهای آسیایی و افریقایی برای استفاده از سلاح‌های پیشرفته جامانده ناتو و امریکایی ها در افغانستان آموزش می‌بینند. این در حال است که گروه طالبان پس از امضای قرارداد با ایالات متحده امریکا بر افغانستان مسلط شدند و گفته می شود که این قرارداد شامل تعهدات پنهانی نیز بوده است. منابع محلی از ولایت فاریاب می گویند دکتران یک زایشگاه در شهر میمنه مرکز این ولایت به دلیل برخورد خشونت آمیز یک عضو گروه طالبان با یک دکتر زن برای چند ساعت اعتصاب کاری نمودند. منابع سی از این ولایت امروز چهارشنبه در صحبت با خبرگزاری مقاومت گفتند که یک عضو گروه طالبان شب گذشته با تهدید به مرگ به یک دکتر زن وی را با زور اسلحه از اتاقش بیرون کشیده و نزد بیمار خود که در این زایشگاه بستر بود برده است. این منبع تصریح میکند این عضو گروه طالبان همچنان تهدید نموده است که وی را بازداشت خواهد کرد. در واکنش به این برخورده عضو گروه طالبان پیش از ظهر امروز چهارشنبه به وقت افغانستان دکتران زایشگاه مرکزی ولایت فاریاب برای چند ساعت از کار دست کشیدند و دروازه زایشگاه را بستند. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد خواستار توجه بیشتر این سازمان به مهاجران افغانستان در کشورهای همسایه شده است. فائق امروز چهارشنبه در نشست سازمان در مورد رشد و حفاظت از حقوق بشر گفته است که وضعیت مهاجرین افغانستان در کشورهای همسایه خوب نیست. او گفته است که در این نشست در مورد سه موضوع از جمله نقص حقوق و آزادی‌های اساسی زنان صحبت کرده است. فائق افزوده است زنان و دختران به دلیل سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان با تبعیض جنسیتی و آپارتاید جنسیتی مواجهند و از حقوق بنیادی آموزش و کار محروم هستند. او همچنین در مورد مهاجرین افغانستان در کشورهای همسایه و منطقه بخصوص آن مهاجرین که اسناد ندارند گفته است که آنها با شرایط ناگوار مواجهند و نیاز به توجه جدی دارند. فائق یادآور شده است که بسیاری از مهاجرین به اسناد افغانستان که در پاکستان حضور غیرقانونی دارند به خدمات اساسی به شمول خدمات صحی، تعلیم و تربیت و کار قانونی نیاز دارند. با گفته او به برخی از کودکان مهاجر حق اشتراک در مکتب داده نمی شود و خانواده های آنها توانایی تامین هزینه مکتب را ندارند. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد همچنین گفته است که گرفتاری خودسرانه، توقیف و کشتارهای فراقانونی نیروهای امنیتی پیشین و غیر نظامی به اتهام عضویت در گروه های مخالف طالبان نیاز به توجه دارد. او خواستار توجه جدی به آنچه که مجازات گروهی و سیستماتیک ازاره ها خوانده نیز شده و بالاخره تیم ملی فوتسال کشور مقتدرانه به جام ملت های آسیا صعود کرد. برد 18 در برابر 2 در ماکاو صعود شیران خراسان را رقم زد. با بازیکنان تیم ملی فوتسال کشور، کادر رهبری تیم و به هواداران این پیروزی بزرگ و صعود مبارک باشد. خبرهای کانادا حمایت شده توسط میر کاشنکری و نیو هم
هاوس ویر. در پاسخ به بحران مسکن در آنتاریو قرار است بیشتر از 2000 واحد مسکونی در شهر املتون ساخته شود. جستن ترودو نخست وزیر کانادا اعلام کرده است که در نظر است به طور مجموعی 2600 واحد مسکونی در املتون ساخته شود تا به افراد نیازمند توزیع گردد. شهرداری املتون گفته است که توافق برای ساختن این واحدهای مسکونی به تازگی میان حکومت فدرال کانادا و شورای شهر املتون امضا شده است. مقامات گفتند که 2600 واحد مسکونی در جریان 3 سال آینده ساخته می شود. از سوی دیگر مسئولین گفتند که پلان اعمار مسکن در املتون ادامه می یابد و در جریان 10 سال آینده در این شهر 9000 واحد مسکونی ساخته خواهد شد. حکومت کانادا برای رسیدگی به بحران مسکن تحت فشارهای زیادی قرار دارد. به دنبال افزایش تنش میان گروه حماس و اردوی اسرائیل که منجر به درگیری‌های شدید مسلحانه شد، حکومت کانادا اعلام کرده است که در نظر دارد روند انتقال کانادایی‌ها و کسانی را که اقامت دائمی کانادا را دارند و در اسرائیل هستند آغاز می‌کند. میلان ژولی وزیر خارجه کانادا گفته است که این روند از آخر این هفته، یعنی به روزهای شنبه و یک شنبه آغاز شده و تا انتقال تمامی کانادایی ها و افراد دارای اقامت دائمی این روند ادامه می یابد. درگیری های مسلحانه و بمباردمان بی سابقه اسرائیل بر نوار غزه تلفات سنگینی را وارد کرده است. حدود 1000 نفر در اسرائیل در نتیجه حملات راکتی حماس کشته شدند و در نوار غزه نیز حدود 4000 تن کشته شدند. کانادا از اتباع خود در اسرائیل خواسته است که در جاهای امن بمانند و در تماس باشند تا به زودی در روند انتقال از طریق هوا شامل شوند. خبرها از طرف برشنا نظری و تلویزیون ارسال شده بود. با پایان برنامه رسیدیم. کانون خانوادگی دانکرم و همیشه سبز باشین، یادتون باشه همیشه با ما باشین تا همه یک جا باشین. تا دیدار بعد، حافظ نگهداری کشم.